תורסי ואלון משה מרשה ילד יעקב נשמת משה הנראה הוא שיין בן משה ועד אנחנו מגענד פרשה הפתה פרשה כיתבו הס נגן כ על בוגע אס ו זנדגי המה אפרד کل توراتن اقدوشا اشاره شده نظر رنبری موشه به نمانی هست که اسم و زندگی همه بن اسرائیل حتی فقط تو پارشای هزینو اشاره شده و همین خاطر هست که بسیاری حالا حتی برای نامگذاری اسم بچه شون میبینن اسامی که تو پارشای هفته ذکر شده اسامی صدیقی از اون اسامی انتخاب میکنن که این خودش سگولایی داره که فرزند بقا داشته باشه بمونه و عاقبت به خیر بشه. یا حتی اینکه هر فردی در چه هفته چه پارشایی در واقع فوت میکنه به شکلی اشاره به زندگی اون فرد هم میتونه باشه. دوستانی که خب سالا با مرحوم مهندس الیاسیان زندگی کردن شناخت بیشتری دارن، ما در حدی که شناختی هم که من دارم سالایی که اینجا مسئولیت داشتن و کار میکردم همونطور که گفتم از صمیم دل و با خلوص نیت خدمت میکردم، چه در مورد خود کنیسا چه بخشی از بقای همین مدرسه‌ای که اینجا هست، مدرسه موسی ابن عمران از صاحب شمی چه حالا دوره ابتداییش بعدن که دوره دبیرستان گرفته شد، تلاش زیادی که بشه که شاید بشه این مدرسه وارد قبل برده کرده که شباتاش تعطیل باشه، که بچه ها تشویق بشن که بیان تفیلا بخونن، بیان مراسم دینی رو یاد بگیرن. خدا شکر کلیسا از اون اولی که پایش گذاشته شده ریشما بود و به نیت و اجرای فرامین تورات نقدشا بوده، اما حداقل تو همین دوره هم که ایشون مسئله داشتن من فکر میکنم اگر نگیم همه تقریبا اکثریت درآمد کلیسا خرج مدرسه و تربیت بچه ها می شد. یه دوره خواهر من خودم جا معلم عبری بود شاکی بود که آقای مهندس چقدر حمایت می کنه، حالا چون از مدی ناظم های اونجا کادوهایی که برای بچه ها صبح می گیره مشموش نمیدونم چندی برابر به ناظم میده که چه خبره فلان، گفتم حتما یه چیزی می دونه. بعدا پرسیدم خود چجوری رفتار می کنن، گفت ناظمه دم در پایین وای میسه، بچه ها که میرسن صبح میگه تفیلا نخوندی برو بالا، راشو نمیده تو حیات مدرسه. گفتم ببینی این نتیجه همون کاره است ظاهرا. حالا اون موقع خودکار مثلا چه میدونم دقیقا قیمت چه خاطرم نیست، اما اون موقع هنوز ارزون بود، شاید دونه چه میدونم 100 تومن 50 تومن بود. اون میگفت یه مش 10 تومن مثلا خودکار میده به اون، گفتم کلش مثلا میشه فلان مبلغ. در ازاش نگاه کن هر بچه ای رو میفرستن بالا یه شمع اسرائیل بخونه، یه لحش بخونه، بسیار بچه ها به همین شکل تفیلا خوندن یاد گرفتن، شالی اسیبور شدن. اون موقع من خونه این طرفا نبود، یه شبات اینجا بودیم دیدیم با چه عشق علاقه بچه‌ها رو جمع می‌کردن تفیلای جماعتی قطع بشه، با بچه‌ها شمع اسرائیل با آهنگ خاص بخونن، تشویق بکنن بچه‌ها رو. و این زمینایی که موندگار هست هم تو که اشاره کردم، پایه میقوه زمینای ابریشمی هم با همت ایشون و عشمده از اینایی که ایشون به یاد بوده خواهرشون به عنوان میقوه روزه هم افتتاح شد، پایه گذاری شد. خدا شکر خب توی سال اخیر میوه‌های متعدد حالا یا تعمیر و تجهیز شده یا ساخته شده، ولی خب توی منطقه‌ای که مرکزیت هم وجود داره تعداد زیادی اصلا میوه در دسترس نبود، که با ساخت همین میوه تعداد بسیاری از خانوم‌ها با دقت بیشتر با رعایت بهتر میوه برو شدن و رعایت این طهارت وجود داشت. تواضع و فروتنی ایشون بود که تو موردهای مختلف با هر کسی با آرامش با صبر تومنینه برخورد بکنن، با بچه ها با احترام خاص کابودی که به بچه ها میدادن، چیزایی که تازه اومده بودن که فرد برای خودش اهمیت اعتماد به نفس پیدا میکرد و تشویق میشد که تو این راه بیاد. و اگر به پارشا هفته پارشا هفته هم میفرماد که وایا کی تابو الاریس اشهد ان لا اله الا الله خان نهلا ویریشتا و یا شفتابا ولاقتا مرشید کو بری آداما.
باشد انگامی که بیایی به اون سرزمینی که خدای خالق تو میده به تو به عنوان سهمیه و وارث اون بشی و ساکن بشی در اون، بگیری از اولین تمام میوه‌های اون زمین که به دست میاد از سرزمین تو که خدای خالق تو میده به تو و قرار بدی در سبدی و بیاوری به مکانی که انتخاب میکنه خدای خالق تو برای اینکه نامش اونجا ساکن بسازه. در واقع دستور بیکوریم هست نوبرانه که در زمان آبادی به تمیز داشت بنیسرائیل موظف بودن از هر جای رسق دوشا، حالا کسی که زمین زراعی داره یا باغ میوه‌ای داره، اگه از اون هفت نوع محصولی که رسق دوشا به وسیله اونها مورد تصویب واقع شده به دست میاره نوبرانه تقدیم خدا بکنه. میزان نوبرانه از نظر حجمی کمی چندان قابل توجه نبود. کسی که گندم مثلا کاشو همی که وارد مزه گندمش میشد اولین سنبله ها رو میدید که سبز شد و جوانه زده یه علفی دور اون ساقه میبست عرض رو بیکوریم و بعدا موقعی که محصول میرسید دو تا سه تا سنبله گندم رو یا جو رو نوبرانه میآورد. اگه کسی باقی انگور داشت اولین اون خوشه های قورهی که میزد که هنوز تازه بهاره بود و فراینا یه علف دورش میبست که عرض رو بیکوریم، یا درخت انار داشت اولین انارک ها به همیشه میدید که فرد یه خوشه انگور دو تا دونه انار چند تا خورما یا زیتون یا انجیر به این شکل به عنوان بیکوریم نوبرانه آورده به درگاهشه. اما آوردن همین نوبرانه که فرد با احترام خاص اونو می آورد و همین که میرسید به عربعید رو دوش خودش میگیره و حتی اگه پادشاه اسرائیل بود می آورد تا داخل بیت المقدس نزد کهن و متنی که حالا در تورات نردوشا میگه عنوان مد و سپاس بود درگاهش میگفت به حدیث که اخوان اشاره میگیرن که کل این دنیا به خاطر بیکوری آفریده شده و عجیبه این مگه چقدر ارزش داره، بلکه اینکه انسان به این میزان از درک شعور برسه که سپاسگزار باشه نسبت به اون خیر و خوبی که خدا در اختیارش قرار داده و تشکر بکنه، این کل هدف آفرینشه. آدم اومده تو این دنیا زحمت بکشه، تلاش بکنه، بشناسه، درک بکنه، مطالعه بکنه، به شناخت بالاتر خدا برسه و نسبت به اون سپاسگزار باشه. همینه که خاطره که گفته میشه کل دنیا به خاطر بیکوری آفریده شده. پاسخ هم داریم کبیر داشته مهونه خواه حرمت بذار به خداوند از اون چیزی که به تو حنا رسونده به تو در اختیار تو قرار داده. اگه خدا هم مال و ثروتی بداده از اون مال و ثروت در راه خدا خرج کن، اگه صدای خوبی داده از اون صدای در راه خدا درگاه خدا شیرا خوندن تفیلا رو با آهنگ خوش خوندن تورا آموزش تورا به هم میشه، همینطور سایر موارد دیگه. این جنبه مفهوم پشات این موضوع هست و جالب است که تورات نردوشا با وجود که حالا این مطلب گفتم از نظر مادی خیلی ارزشی نداره، ولی وقتی که میاره طبق اون دستور مراسم انجام میده با کوهن اون متن رو میخونه که من سپاسگزارم خدا قولش رو انجام داده ما رو به اون سرزمینی که به ابراهیم و عیسی یعقوب وعده داده بود آورده، زمین در اختیار ما قرار داده به زپیریا، تورات نردوشا میفرماد که و سامح تا به خل حتو اشه ناتن لخا از اونها الوهی خا بولویته خا عطه علوی و گیر اشه بیش بغیر بخا و شاد باش به همه اون خوبی که اعطا کرده به تو خدای خالقت، تو خونواده لوی اون غریبی که در میان تو هست شاد باش و شادی کن. متاسفانه خب ما امروزه به تمیداش نداریم و امکان اجرای میسای بیکوریم و نداریم. آراف خیدا روی خیم داوید ازولای فرماد که این که پاسون میگه به سامتا تورا جاودانه است برای همه دورانا میگه. و چجوری امروزه میشه میسای بیکوریم رو انجام داد؟ یک، این که پاسون گفته به سامتا به خل حتو شاد باش با همه خوبی، و اگه نگاه بکنیم در خود تنها همونطور که در میشله میفرماد تو اشاره به توراست که لقه تو ناتتی لاخم توراتی از عزو تیزا که کالا متاع خوبی دادم به شما تورای من رو ترک نکنید، که به وسیله که انسان مشغول به تورا میشه و حرمت به تورا میذاره. یا اون موقع وقتی که بتمیداش آباد بود اون بیکوریمش رو هدیه میبرد به درگاه خداوند به کهنیم داده میشد
هر کسی که البته در گمارا میفرماد هدیه درونی میده به تعلمیدا خام، کمک میکنه با آموزش تورا، مثل اینه که بیکوریم تقدیم کرده. اگه امروز نمیتونیم بیکوریم رو به شکل اصلیش انجام بدیم، جایگزینی خدا قرار داده در دورانی هم که به تعلمیداش آباد نیست، که انسان اون خوبی رو به وسیله اینکه خودش مشغول آموزش تورا میشه، کمک میکنه با آموزش تورا و هدیه میده، حالا کمک های مالی میکنه که تا این امقمه تورا اگه اون زمین های مالی تامین نشه، خب نمیشه به راحتی مشغول آموزش تورا شد. مثل اینه که بیکوریم تقدیم کرده. توصافات میارن که همونطور که در تبلیغ شرمی اشاره شده، خود آوردن بیکوریم مخپر عوانوته، باعث بخشش و گناه هم میشه. اینکه فردی همت میکنه با عشق و ذوق، حالا تو فصل هم که فصل کار زحمت داره، تلاش داره، اون نوبرانه برمیداره از شهر خودش با دیگران با شادی میاره تا یروشلیم، زحمت میکشه. این مخپر عوانوت هست. و اگه این دوتا موضوع رو کنار هم دیگه جمع بزنیم، یعنی فردی که کمک میکنه به تعلیم درخامی، هم مثل اینه که بیکوریم تقدیم کرده، بزرگترین شکر رو به درگاه خدا آورده، هم کفاره گناه ها شده. و چه شادی بالاتر از این؟ به سامحتا به خلتو. امروز هم انسان میتونه این شادی رو نصیب خودش بکنه. باز حالا خیتان میفرماد که چرا اینجا گفته به خلتو. ما اعتقاد داریم که به هر حال نیسای اصلی آموزش تورا این که انسان تعمق بکنه، تفکر بکنه که هر دستور تورا به چه علت گفته شده، این که چجوری باید اجرا کرد، بحثا که تو گمارا میشه، از کجا منتج میشه، بسه آقایونه که برن تحقیق بکنن، تفحص بکنن، کنکاش بکنه، بفهمه، درک بکنه، نتیجه‌گیری بکنه. خانوم ها تا این حد موظف نیست، همی که بدون قوانه چگونه اجرا بکنه، اون نمره 20 سالی خودش رو گرفته. اما همی که همکاری میکنه با شوهر خودش که اون بتونه اون جمع وظیفه خودش انجام بده، شریک شوهرش مسئول هم تو که در مسئله براخو دافی از میفرماد نشیم به ما قازخیان، خانم ها چجوری مزکی میشن به زخوت و آموزش عمیق تورا، به زخوت این که بچه هاشون برای آموزش تورا میبرن، انتظار میکشن برای شوهراشون که از کلاس های تورا برگردن. و به همین خاطر زن و مرد تو اون زخوت تورا، تو اون همکاری که خانم با شوهرش کرده سعیمه، نیمی از اون مزد تورایی که شوهر خونده یاد گرفته به دیگران آموزش داده شامل حال همسرش هم هست. اما وقتی که فرد لیشما رفتار کرده به خاطر خدا، نه به خاطر اسم و رزم، نه به خاطر که به من کابوت بذارید، به خاطر فلان، اون نیمه یک که الان نصیب همسر شده خدا جبران میکنه. و همین خاطر اینجا میگه به سامتا به خولتو. فکر نکن که الان نیمی از خود از اون مزد کم شده، همه خوبیه رو خدا اون نیمه باقی مونده هم رو جبران میکنه. برگردیم بحث خودمون، یکی از جنبه‌ای که حالا در مورد مرحوم گفتیم، همین جنبه‌ای که حالا سعی تلاش داشتن خودشو یاد بگیرن، به دیگران آموزش بدن، هر کسی که هر چیزی که بلده دیلمول لحمل شما رو اصفاد، انسان باید سعی بکنه در درجه اول خودش یاد بگیره، اما اینو برای خودش فقط نگه نداره، به دیگران هم آموزش بده، به درستی تو ذهنش حفظ کنه، اجراش بکنه، این بالاترین زخود میشه. و همین جنبه هم میشه از همین پاسخ این گونه بیان کرد که اموزه که هارانبام در این خود شواف از آخر میاره، علام حبا اسامی مختلفی داره و کلمات مختلفی به علام حبا اشاره میکنه، از جمله کلمه ایرس. همونطور که پاسخ هم میگه و امه کلام صدیقیم لعلام ییرش و آرس و قومتو همه صدیق هستن برای همیشه وارث ایرس میشن. این ایرسه کجاست؟ همونطور که داوید هم حالا پاسخ هم میگه ایرس اشاره به علام عباس، همونطور که اینجا هم پاسخ میگه و باش انگامی که میای به علام عباس بعد از 120 سال دست خالی نیا، مرشید کل پری، سعی کن از اون اولین ثمره اعمال تو بیاری. چه چیزی که موندگار که انسان با خودش میتونه ببره، از پست و مقام اینجاش میتونه با خودش ببره، مال و ثروت و خونه و کاخش، ماشینش، مغازه است، اون چیزی که میتونه با خودش ببره تورا میسوتیز که انجام داده، از بهترین اونها و بهترین حالتی است که وقتی که به خاطر خدا انجام داده، لیشما انجام داده، نه به خاطر خودش، رسم خودش، اون تحفه ای است که انسان میتونه به درگاه خدا ببره و اون لطف خداست که
اون ذره ذره سعی و تلاش ما رو که سعی کردیم در راه هاشم قدم برداریم ارج میده و بر اساس اون دنیاها ایجاد میکنه. و این جنبه مسلما شامل آل مرحوم مهندس الیاسیان هم هست، زحمات و تلاشی که کشتن سالهای سال در امر حالا حفظ کنیسا که میداش معت همکاری با دیگران، حفظ خود مدرسه، آموزش بچه‌ها، آموزش توراشون، میقوه که منبع طهارت برای جامعه ما، مسلما اینا ز خدای بزرگی در کنار تربیت فرزندان خوبی که داشتن که ان شاءالله 120 سال باشن به خوبی یاد پدر زندگی نگه دارن، اینا جنبه‌های مثبتی است که ایشون با خودشون بردن. ما هم تفلا میخونیم که این گفتار ما هم باعث تعالی روح مرحوم باشه. مسلما این بعضی میسوها آدم انجام میده، میسوها مقطعیه، یه کاری انجام داده تمام شده رفته، اما بعضی میسوها مثل بذری است که تو زمین کاشته میشه، رویش پیدا میکنه و هر سال به سال ثمره میده. مثل خود ساخت کنیساست، مثل تعمیر و زیباسازی کنیساست، مثل آموزش توراست که یک نفر که خودش زحمت میکشه یاد میگیره، ولی وقتی به دیگری یاد میده یه پوهنه برای خودش محسوب میشه، اون شاگرده به شاگرد دیگه آموزش میده. باز هشم زوره از صداقت مسمی های شد این پوهنه رو هی برای اون عامل اولی هم حساب میکنه. و مسلما این شکلی سبدی پربار از میسوت هست که اشاره جایگاهشون هم در کنار صدرین و بزرگان باشه و همیشه آرامش خاطر و تعالی رو داشته باشن و همینطور آرامش خاطر برای بازماندگان و شامه کیرسون. ببینید یه من از شام راست شوار خور